سلام. سلام. مزاحم تو نیستم؟ خوبی؟ بله. برگشتی؟ بله. خوبه؟ ممنونم. این ورقای پیشنهادی سهامی که دیروز به مشتریاتون داده بودی؟ گن زدم. بله. بله شما خودتون هم دیگه میدونید دیگه، من واقعا بدون اسم پدر دورابیا که الان نیستم، هیچی نیستم. بله. در اون لحظه فقط ما میدونستیم که اسماعیل حتی اینی هم که میگه نیست. بله من فکر میکنم که میتونی عوض بشی. چجوری؟ چجوری؟ کامپیوتر روشن کن. ترابیان این کاری بوده که قبلا شما انجام میدادی، منتها قبلا با حسی که به قول خودت حس شیشون بوده این کار انجام میدادی، حالا یه تریلی ازش رد شده و این حست تا دست دادی، تازه شدی مثل بقیه. بعد با پنج تا حست کار کنی گلیم خودت از آب بکشی بیرون. سیستم اومد بالا؟ بله الان اومد بالا. آمار معاملاتو نگاه میکنی؟ شرایط روزو در نظر میگیری؟ سابقه سهام ها نسبت به هم دیگه هم بنویسم. حالا یه رابطه بین اینو پیدا میکنی که از این طریق میتونی سهامتو انتخاب کنی. به همین راحتی. کاری داشت؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. نه دیگه. شیش نه. تو کار ما شیش نداری. موفق باشی. ببخشید میخواستم بگم اگه من قرار بود یه لیستی درست کنم از آدمایی که یه روز بهم کمک بکنن، شما شاید آخریشم نبودی. شاید کمکت میکنم که بهت بگم که منم میتونم غیر قابل پیشبینی باشم. آها از اون بابت. آقای ترابیان شما آدم خوبی هستی، منتها بدون حس شیشومت بهتری. بله شیش که نه. ببخشید چی میشد آدمو یاد میگرفتن به هم انرژی بدن به جای اینکه زیرا به هم دیگه رو بزنن؟ کارتونو که تموم کرده اگه خواستی بیارین اتاق من تصحیح کنم. بله حتما، اونو که 100% میارم خدمتتون. موفق باشی. ببخشید خودتونو یه لحظه جای اسماعیل بذارید تا حس کنید چه حال خوبی داره. برای اولین بار کسی بهش گفته میتونه، برای اولین بار کسی توی ذوقش نزده و برای اولین بار یکی پیدا شده که بیشتر از خودشون قبول داره. اول سوال بنویسم. بعد همیشه گیرون سر رسید اجازه بدید من یه دست گمش کردم. زنگ زدم یه لحظه. 11:89 سر رسید اجازه. باز دوباره شب داره تموم میشه، عمر من همینجوری حروم میشه، زندگیم شبیه خواب و رویا نیست، زیر زمین تو رویا پشت بوم میشه، باز دوباره روز و هفته ها میاد و دشمنی ها به مرور تبدیل به دوستی میشه. من یه عمره باختم، حالا وقت باخت آخره، تا خیال خام من از خواب نزش بپره.
کهنه رو دارم، اما نصف شب تو تاریکی دنیا بیدارم. من هنوز حسابم و تو بانک خوابم میذارم، از تموم شعبه های دست شک طلب دارم. فانوس دارم از هشینا رفیقا دل خوره، داده رفت شانسم های هر برقی میبره. نوبت هم تموم شده، تموم ماشینا پاره، جاده ها برای من یه خاکیه میان بره. بهرام کم کم داشت پیشرفت آینه‌ای و پرزنت خیالی میکرد. این میشه دوتا این ملک روز اومد این مر هنوز نیمد. حالا اینو بکشیم یکی میاد دیگه. این مر که اومد امیر جعفری، سه تا خرید این بر هنوز اشکی خورم. من این بر اسمایل بیاد، اسمایل داداش بیا بیا رشن اینجا بخر، بهش سه تا هم بخر. تو یه پول داری؟ من خودم 2460 هم دادم، تو هم اونو بده میشه. من نمیاد این دوتا خرید فوقش دوتا خرید میکنه سی. من نه همون یه دونه هم بخره با اصلا حرف من قبول نداره، یه دونه میخره میاد. نه بابا اصلا ایسی نمیاد. بیا بابا بخر دیگه. این برم که علی پور اومد با خلیلی میارمش. میگم بابا بیا بخر دیگه، بخر قشن با هم درآمد داشته باشیم. یکی اومد شیما اومد، این برم مهرانفر من سه تا خرید. استیف بیا خب قشن اگه بخری من دیگه موهاتو نگاه کنم قشن خودم کوتاه میکنم. فقط بیا بخر. نمیاد نمیاد. نه کجا من بهرام پاشو واسه شیر کاکائو گرفتن. ای سوت خوابیده. بهرام حس آدمی رو داشت که طرد شده، از قافله عقب مونده و حذف شده. اون نمیدونست این غم رو چجوری تحمل کنه. روزها میگذشت. دو برادر مثل دو تا غریبه در کنار هم شب و صبح میکردن و هر کدوم درگیر مشکلاتی بودن که ذهنشون رو مشغول کرده بود. اون شب از اون شبایی بود که دیر صبح میشد. نکن. ولی اگه مردان قصه ما میدونستن چه سرنوشتی منتظرشونه، از خدا میخواستن تا ابد شب بمونه. سلام شازه، یه عرضی داشتم. سلام خانم کیانی، یه عرضی داشتم خدمتتون. شازه اینجا یا جای منه یا جای بلند بگو بهروز.
جور بگم با من ازدواج میکنید. بهروز دیگه بی بهروز حمیدی، وقتی ما حرف میزنی دهن تو ببند. سلام خانم کیانی، با من ازدواج میکنید؟ ولی اصولا زندگی غیر قابل پیشبینیه دیگه. اینه اشکالی داشته باشه اگه مورد خواستی نباشه. سلام. سرکل خودشه، سیامکه. خود نامردشه. همون که پولمونو خورد، اون منو خورد، از حلقومت میکشم بیرون. واقعیتش اینه که خانواده که ندارم در جریان. میخوام کرده سیامک تویی؟ ولی گفتم اگر اجازه بدید. آره من بهرام از کوچه داشتم. این تلاست آوردم که پس بدم صاحبش. خواهش میکنم، ولی در چه موردی؟ نه نگران نباشید، من اینو خریدم، به من پوختن از امر خیره. بله بله دست بند. بله قربان. بله جناب آقای باز داشتی. مگه من چیکار کردم که بخواب کاری نکردی؟ همه کاری خود هستی. با کی همکاری میکنی؟ من همکاری چیز ندارم با من. الان همکارام میان بریم. علی اکبری بله حرکت کن. باشه کجا حرکت کن؟ من چیکار کردم مگر به من پول گرفتم؟ من قصد ازدواج ندارم. چرا؟ موتور همون چی میانه؟ میارم برای موتور همون میارم برای اسماعیل جانم ایستاده راحتم متوجه گفتم بشین. باشه. خب بگو چی بگم؟ اسم و مشخصات تو. به نام خدا، من بهرام دانا کناره‌ای. بنویس. باشه دستم هم دارید. بخشید، من گناه ندارم. هر کی که میاد اینجا میگه من بیگناهم. بنویس. بخشید جواب سروان سرگرد. بله بله آقای سرگرد، من اصلا هیچ کاری نکردم، به جون داداشم. میخوای بدونی شاکی این پرونده چند نفرن؟ چند نفرن؟ حدودا 300 تا 350 نفر. 300 تا 350. یعنی 300 تا 350 تا 2 تا 3 میلیون. میدونی چقدر میشه؟ چقدر میشه؟ حدودا 900 میلیون. 900 میلیون؟ تومنی؟ تومن. آه خیلی پوله. بعد اینا همه پولاشون رو آوردن دادن به من؟
میخوای بگی نمیدونی؟ من نمیدونم بخشیدا، من اگه اصلا اینقدر پول داشتم که اینجا نبودم. دقیقا جات همینجا بود. همینجا بود؟ بخشید جام سرهنگ سرگرد. بله بله آقای سرگرد، من اصلا نمیدونستم که اینا آوردن همهشون همه پولا رو دادن. دادن؟ همه دادن، همهشون هم به حساب شخصی واریز کردن به نام سیامک شریفزاده، یعنی اسم مستعار تو. من اصلا مستعار نیستم، من بهرام دانای کناره‌ای هستم، همه جا هم اسمم رو میرم میگم، اصلا خجالت نمیگیرم. حالا کناره هست که هست باشه، من میگم. از اون 300 تا 350 نفر حدود 100 نفرشون اعتراف کردن که تو شرکت تو رو سیامک صدا میکنن. ای بابا، بابا اونا توی شرکت شوخی میکنن، همه اسم منو میگن. من اسمم بهرامه، گفتم من شوخی نکنم، حالا اینا هم واقعا جدی گرفتن. میدونی چرا جدی گرفتن؟ چرا؟ برای که اون 2-3 میلیون تمام سرمایه زندگیشون بوده. خب باشه، ما که به زور نگرفتیم، خودشون دادن. ولی سرشونو کلا گذاشتن. نه ما کلا نداشتیم. ببین جواب سربان، ما ببخشید جواب سربان، ما کارمون قشنگ اسمش هست نت نت، یعنی میاد 2 میلیون میدیم، بعد یه بیزینس قانونیه کار ما هستن. بیزینس کش. چرا میخندی؟ کش دوست دارم. بیزینس دوغ، کشک و دوغ. کشک و دوغ. اتفاقا ببخشید اشکال شما اینجاست، شما باید ببینید که چطور شده از یه بیزینس مثلا کشک و دوغ میشه اینقدر 900 میلیون تومانی پول درآورد. حرف زیاد میزنی. بله. اصل مطلب رو بگو. اصل مطلب رو میخوام بدونین؟ اصل مطلب همینه که دقیقا من دارم میگم. اصلا شما گوشتو باز کن قشنگ بخشید، یعنی میگم که میگم قشنگ گوش کنین. ببین جناب سرگرد، بله بله خودم بعدم آقای سرگرد، اصلا مطلب در اینجاست که شما بله بخشید، اصلا مطلب اینه که شما فکر میکنین که اینا 300 یا 350 نفرن، بلکه اینا بیشترن، 301 نفر یا 351 نفر هستن. حالا شما اگه راست میگی من میگم یه نفر کیه؟ بگو کیه؟ شما من؟ نه نه نه، منظورم شما نیستید، میگم شما اصلا حتی نمیدونین که اصلا اون یه نفر کیه. بعد برداشتین منو برای خودتون آوردی اینجا که من بازجویی ازم بکنین که چی؟ بابا اون یه نفر کیه؟ اون یه نفر منم، من بهرام دانای کناره که اومد این پولش رو به خاطر اون بیزینس به قول شما کشک و دوغ، تنها سرمایه زندگیش 2 میلیون تومان رو داد به اینا که سرش کلا بذارن. بعد شما اون وقت من چی میگیم؟ میگین که این پولا رو آوردن دادن به من؟ شما اگه خیلی میدونین باید منو بذارید کنار اونا، نه بذارید تو قشنگ رو به روی اونا. یعنی میخوای بگی اونا تو هم گول زدن؟ بله، نه تنها منو گول زدن، بلکه منو گول زدن، منو دور زدن، منو خیلی زدن. کیا؟ خودم. بنویس. بله، دستم درد گیره. بنویس. حرف بزنم. چرا انقدر گرفته ای؟ اصلا حالت خوب نیست، چته؟ من یکم خستم، امروز تو شرکت خیلی کار داشتیم. یه چایی برات بریزم؟ نه ماما، میخوام با تون حرف بزنم. خب آقای ترابیانی که میشناسیم با هم راجبش صحبت کردیم. امروز از من خواستگاری کرد. این که بد نیست، اشکالش چیه؟ نه اشکال منم، اون لیلایی رو میشناسه که پدرش فوت کرده، دختر خونه است، ولی من با یه دختر 4 ساله. خب ما که نمیخواییم حقیقت رو ازش پنهون کنیم، ولی بابا رو چی؟ میدونیم باباش کیه؟ میدونی از چه خانواده ایه؟ من اصلا نمیدونم آقای ترابیان چرا باید من رو انتخاب کنه.
سلام. میگم خیلی وقت سکوت کردی، نمیخوای بگی برای چی اومدی؟ در زندگی لحظه‌ای هست که باید حواست به اونا باشه. نباید دوستتو ول کنی بره، حتی اگه ازش زخم خورده باشی. خیلی هم ممنون. خواهش میکنم. تخمه. آره. تخمه. آره آره اون تخمه است. آره. من 5 سال تخمه نخوردم. میتونم بخورم؟ باروخ میخوری؟ نه من تو ترکم. چی؟ ترک کردم، تخمه خوردم ترک کردم. مگه تخمه‌ام ترک میکنه؟ آره. اذیت شدی؟ خیلی. چون میدونی تخمه اصولا مال آدم های بیکار دیگه، آدم موفق که تخمه نمیخوره. خوشمزه است. تو الان بیکاری؟ نمیخوای سر کارم بری؟ نه نه. چرا؟ بگم چرا؟ بگو. خب چرا؟ آها، چون یه خانومی بهت جواب منفی داده قبلا. میشه گفت، آره میشه گفت. همین دیگه، اگه همه میخواستن مثل تو فکر کنن دیگه هیچ اختراع و اکتشافی نبود. ما الان باید تو دوران پالین سنگی باشیم. هیچ دانشمندی مثل ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، دکارت، پاسکال، نیوتن، اینشتین. حالا کی اینا رو بهت گفته؟ اینا همه دانشمندن دارم میگم. اینا نه، اونو. کدوم؟ همین قضیه جواب رد و اینا رو. آها، خانم کیانی. کی؟ به خدا خانم کیانی گفت. چی گفت؟ داش آمار تو رو از من میگیرم. تو چی گفتی؟ من چی گفتم؟ یه پسر رو ولش کن. گفتم سسوت آمارش برات پیدا میکنم. برو بهش بگو کامیار دیگه بر نمیگرده اونجا. نه 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 نه، من این اصلا نمیگم. چرا چرا میگی؟ نه نه نه، اصلا حرفشم نزن، فکرشم نکن. تو الان مسئول یه دفتر کارگزاری هستی. اومدن یا نیومدن تو سر کار اگه به باد هوا هم بند باشه، باید مردونه بری به رئیست بگی. رئیس کسیه که رو آدم حساب باز میکنه، کارشو میخواد، سرمایه‌شو رو این کار گذاشته. براش مهم نیست که تو شکست عاطفی خوردی یا مادرتو از دست دادی، کارشو میخواد، باید بدونه رو چه خریدار حساب باز میکنه. میدونی اون زن و زندگی و بچه رو گذاشته کنار تا کارش خوب بشه. باید بری اونجا پیشش باهاش حرف بزنی، بهش خودت بگی، از زبون تو بشنوه تا بدونه تو چه خری هستی. چیکار داری میکنی؟ من شلوارم رو بازم. که بهش بگی چه خری هستی؟ که برگردم سر کار. آفرین. میتونم این تخمه رو با خودم ببرم؟ مطمئن رو موفقیت تاثیر نمیذاره؟ نه بلدم چجوری بخورم. خدا به داده درست. تفاوت آدم های موفق و ناموفق در اینه. آدم های موفق جهان رو میبینند و آدم های ناموفق فقط به چاله تو خیابون ظلم میزنند. اصری میام دنبالت بریم کافی شاپ. هیچی دیگه، باز شروع کرد. میخوام یه قهوه بخوریم. خیلی خوب. یادت نره. نه خدافظ. کامیار ترابیان به آفیس. آقای ترابیان. آقای ترابیان. گفته بودم مسیر سرنوشت آدم های این قصه رو دوتا زن عوض میکنن. یه بگی این اولیش. سلام از بنده. آقای ترابیان هستم. آقای ترابیان، برای ترابیان، خودم هم کی میتونه باشه غیر از من؟ من مادر لیلا هستم. مامان لیلای خودم، خانم خودمون؟ میخواستم اگه ممکنه چند کلمه با هم صحبت کنیم. خواهش میکنم خانم، من اتفاقا خودم خیلی پایه بودم که واقعا بشینیم با هم خیلی دوست داشتم که از نزدیک زیارتتون کنم و با هم راجع به مسائل مختلف اختلاط کنیم. بفرمایید، من در خدمتتون هستم. ممنون. اگه ممکنه بیرون از اداره صحبت کنیم بهتره. لیلا خانم نمیدونن که شما اینجایی؟ نه.
بعد شما چطوری فهمیدید که من خودشم؟ لیلا تو خونه خیلی از شما تعریف میکرد. منم به هر حال مادرم دیگه. مادران که بله بله سه شیشم حرفا. خب پس قدم بزنیم. حقیقتش من خودم چند بار مادر بودن سخت‌ترین شغل دنیاست، چون نه بازنشستگی داره نه مزایای اضافه. از همون لحظه‌ای که بچه تو بغل چشماشو برای اولین بار باز میکنه باید دستت بیاد که تا آخرش چشم بچه‌ت بهت. سلام. این عینکه خیلی به شما میاد. خواهش میکنم بفرمایید بشین. بالاخره تصمیم گرفتین که برگردین؟ بله دیگه، اون کنه ای که شما فرستادید دنبال من اگه خودم هم نمیمدم بالاخره یه جوری جنازه همو حتما به دستتون میرسوند. خیلی خوشحالم. البته من قصد نداشتم که ناراحتتون کنم، ولی ما از این به بعد میتونیم با هم همکار خوبی باشیم. بله همکار خوب که خیلی خوبه، منم همکار خوب خیلی زیاد دارم. خب منم میتونم یکی دیگه از اون همکار خوبتون باشم. آقای ترابیان، من قصد ازدواج ندارم. بله اینو که قبلنم گفتید، فقط من خیلی دلم میخواد بدونم به چه دلیلی، یعنی به این دلیل که شما الان پدرتون به اتهام کلاهبرداری توی زندانن، یا نه به این دلیل که مثلا چند سال پیش ازدواج کردید و شوهرتون تصادف کرد و یه بچه دارید و، یعنی حیرون موندم بین این دوتا دلیل. کس کامل نیست لیلا خانم. مامانم اومد سراغتون؟ بله. آقای ترابیان شما دارین اشتباه میکنین، این چیزا تو زندگی خیلی مهمه، منو یه بچه دارم. چه بهتر، اینطوری آدم با یه تیر دوتا نشون میزنه دیگه، یعنی هم زن میگیرم هم صاحب بچه میشم. شما واقعا به این چیزایی که میگین اعتقاد دارین؟ خیلی. ولی من فکر میکنم اگه آقای ترابیان خدا بیامرزدشون زنده بودن مطمئنا جلوی شما رو میگرفتن. آقا مرحوم پدر رو میگی؟ بله آقا. خانم ایشون عاشق بچه بودن. جدی؟ بله. یه فیلسوفی حالا اسمش الان خیلی خاطرم نمیاد، گفته بود که همه ما نقاط تاریکی داریم، ولی مهم اینه که چطوری با اون نقاط تاریک کنار بیاییم. ولی من هنوز جوابم نهست. منم عجله‌ای ندارم، صبر میکنیم بالاخره جوابتون میشه. بله اینم برای رفتنم، دوبار زدم که جبران قبلی دارم کرده باشه. لیلا نمیدونست دلیل خوشحالی اسماعیل چیه، به نظرش اسماعیل اشتباه میکرد، ولی ما میدونستیم اسماعیل چرا خوشحاله. همیشه آدم های بی عیب و نقص ما رو میترسونن، آدم های خاکستری ملموستر و جذابتره. بفرمایید. سلام، چه خبر؟ مادام حسن مرکه. سلام و زهر مار. بگی بشین. باشه. هر کسی و بیشتر از همه مادر بهرام میدونست بهرام هر وقت کم میاره شروع به دلغک بازی میکنه تا به همه بقبولونه همه چی آرومه. صداتونو نمیشنوم.
دستو بردار از رو گوشه. نه نه دستم بردارم، اینقدر حرف میزنید به من میگید که داغونم میکنید تموم میشم. بهرام باشه. اون آرایشگاه لرد دانا که میفرمودید همینجاست دیگه، بهش رسیدی، حالا راحت شدی؟ نه آرایشگاهی که نه اینجا نیست. نشو یعنی هاشو من الان این همه راه اومدید به خاطر من اینجا اومدید، اصلا قصه نخورید درست میشه همه. من فقط قصه نمیخورم، از دست تو حرصم دارم میخورم. خب باشه دیگه، من جبران میکنم درستش میکنم بیام میرم. اگه راست راستی میخوای جبران کنی برو بهشون بگو این 900 میلیون رو چیکار کردی، کجا گذاشتی؟ ای بابا بابا شما هم که همه میگی این 900 میلیون 900 میلیون، بابا من 900 میلیونم کجا بود اصلا ندارم، بابا به جون داداشم دست من نیست. اصلا نخور، صد دفعه گفتم. باشه بابا دست من نیست. داداشت میدونه تو اینجایی؟ وای خدا منو بکشه، نکنه اونم گرفتن. نه اون نگرفتم، اون جاش الان خیلی خوبه، راحت راحت. بله دیگه انقدر جاش راحته که دیگه حال داداشش هم نمیپرسه. اصلا فهمیده که تو اینجایی؟ نه خبر نه. خواهش میکنم شما هم نهید بگید من اینجا دیم، من خودم مادم بیرون بشون. بهرام بله تا له و لوردت نکردم، سیاه و کبودت نکردم، به زبون خوش میگی اون 900 میلیون رو چیکار کردی و کجا گذاشتی؟ بابا چه اینجوری با من حرف میزنی؟ خب من الان دلتون میام منه بدبختو اینجوری بردارین سیاه و کبود. بابا به جون شما، به جون خودم همه بینیدن. حسن نخور. حسن نخور. پس چی بخور؟ چیکار کنم؟ صاف تو این دوتا چشای من نگاه کن بگو کار تو نبوده. باشه. بخشی یه دقیقه یه جا وایسید من قشن میتونم نگاه کنم. آها خوبه خوبه، کار من نیست. الهی که من بمیرم برای خدا نکنه. باز تو که گلی بازی در آوردی، دورت زدن. آره مادرت بمیره برات، بیا برات یه خود کیک و شیر آوردم، اجازه دادم بیارم بهت بدم. نه بیا. میل ندارم. بخور مادر. سه تاست باشه، هستان بسته است برام بازش کنید دیگه، خودتو لوس نکنی یه کار بلدی. باشه اینجا دلدت گرفتم آقا، این برنجا میدن داغون شدیم، یا خواهی شیر بخوریم. تو رو بیا، شما هنوز نرفتی؟ نه خیر، من منتظر جنابالی بودم. اتفاقی افتاده؟ نه اتفاقی نیفتاده، گفتم راجع به یه سری از مسائل با هم حرف بزنم. خب اگه اتفاقی افتاده بگی. نه نه اتفاقی نیفتاده، آروم باشید. تو مگه دوست داشته باشید با هم قدمی بزنیم؟ بزنیم. خواهش میکنم. بزن. بفهم. حالا عواشون آقای ترابیان، آقای ترابیان میخواستم ازتون خواهش کنم اگه میشه این جریان کلن کسی نفهمه. خیلی دیر گفتیم، من الان حداقل به 10 نفر گفتم سیر تا پیازی شد شوخی کردم. میدونین آقای ترابیان یه چیزی هست که من به شما نگفتم، شما تنها کسی هستین که جزء خانواده من نیستین و من دیگه لازم نیست که براتون نقش بازی کنم، یه جورایی دیگه اصلا لازم نیست که بهتون دروغ بگم و این خیلی حس خوبیه. درکتون میکنم. نه شما درکم نمیکنید. کاملا درکتون. نه درکم نمیکنید. خدا درکتون میکنه. آخه شما تا حالا تو عمرتون دروغ نگفتین. اصلا و ابدا. من یه چیز تو زندگی باشه بعدم بیاد میونه کلامتون دروغه بلا غیر. خب آقا وقتی که شما دروغ نگفتین چجوری میگین منو درک میکنین؟ درکم نمیکنین دیگه، چرا میخواین با احساسات من بازی کنین؟ من اون به شما گفتم جواب من منفیه. اصلا جوابتون کاری ندارم، حالا اصلا راجبه اون قضیه بعدن ما وقت هست صحبت کنیم. من بیشتر نظرم این بود که واقعا اگر کمکی از دستم بر بیاد براتون انجام بدم، برای پدرتون مثلا. آقای ترابیان هیچ کس نمیتونه به پدر من کمک کنه،
بحث 900 میلیون ها. 900 میلیون تو منو تنهایی بالا کشیده پدرت. پدر من بیگناهه. 100 درصد. البته خودش میگه. میدونین مثال بارز آدماییه که دوست دارن یه شب پولدار بشن. ولی خب رویا پردازه، نه که راهشو خوب بلد نیست. من یه عمر با یه آدم اینجوری زندگی کردم. ای واقعا؟ خب یه دوستی داشتم به نام بهرام که کلن روزا هم خواب میدید. نه نه پدر من همیشه 6 صبح بیدار میشه. من نگرفتم قضیه رو، منظورم اینه که آدم رویا پردازی بود مثل پدرتون. دلم یه برشه. حلالزاد هست. حلالزاده داشتیم حرفتو میزدیم. کجایی؟ گوشی بهرام دست شما چیکار میکنه؟ چی شده؟ زندان؟ چقدر؟ باشه میام. با اومدم. خوبی آقای ترابیا؟ نه خوب خوب که نیستم. نه روز هواشناسی گفت بارون میاد، بعد گفتم قدم میزنیم شاید یهو شما نظرتون حالا عوض شد. بارون که نمیاد، آفتاب زل، شما هم که نظرت عوض نشد. چیزی شده آقا؟ ببخشید یه چیزی پیش اومده، بعدن با هم دیگه حرف بزنیم، هم یعنی راجع به پدرتون اینا. جناب سرکار، من بهرام بزرگش کردم، با هم زندگی کردیم. آخه این آدم تا حالا 900 میلیون از نزدیک هم ندیده، چه برسه بخواد کلاهبرداری کنه. اینجور آدم ها واسه کاراشون راه های مختلفی دارن. یه جوری میگید اینجور آدم ها هرکی ندونه فکر میکنه مثلا با یه کلاهبردار حرفه‌ای مترفیم. بابا این بدبختی آدم ساده، سرش تو کار خودش. 900 میلیون. شما فکر میکنید آدمی که تونسته سر 300-400 تا جوون مثل خودشو کلا بذاره چجور آدمیه؟ ساده است؟ نه این دزده. اینی که شما میگفتی الان بذارید من با شرف بزنم. الان امکانش نیست. باشه به هر حال من میتونم از زیر زبونش حرف بکشم. خودتون خواستید.